در نامش گفتن که به همسن و سالهای خودم در سراسر جهان از فکر کردن به مرگ بیزارم. نمیخواهم با آرزوهایم به زیر خاک بروم. من اسمم زانیار مرادی است. الان از سلول مرگی در آن سوی دنیا در شهر کرج در کشور ایران نشسته و میخواهم با شما جوانان در اروپا و آمریکا و با شما جوانان همسن و سال خودم در ژاپن و استرالیا و فرانسه و آفریقا و در همه جای دنیا حرف بزنم. نگذارید من را اعدام کنند. آیا دنیا آنقدر بیرحم است که این صحنه را تماشا کند که من و پسر عمویم در خیابان اعدام شویم و چیزی نگوید و کاری نکند؟ می دانم که این ترس من و این درخواستم از طریق امکانات اینترنتی به گوش شما می رسد. پس فقط چند دقیقه صبر کنید. چند ثانیه وقت بگذارید. و از من بشنوید که چقدر سخت است در 21 سالگی با مرگ مواجه شدن، با کابوس مرگ زندگی کردن و هر لحظه از صدای پای زندانبان ترسیدن و بر خود لرزیدن. ما 3 سال است که زندانی شده ایم. من زانیار مرادی و هم پرونده‌ای من لقمان مرادی 9 ماه را زیر شکنجه بودیم. ما را چنان کتک می زدن که دیگر توان راه رفتن نداشتیم و همین امروز نیز کمرم به شدت درد می کند و 2 مهره کمرم شکستگی دارد. به ما گفتند اگر حرفهایی که آنها میخواهند را نزنیم به ما تجاوز میکنند و ما نامه‌هایی را که آنها آوردن امضا کردیم و اکنون در یک قدمی مرگ با طناب دار در خیابانی در تهران و یا در مریوان شهر محل تولدمان ایستاده ایم. این روزها شنیدم که دارن مقدمات اجرای حکم اعدام ما را فراهم می کنند و 4 روز است که حالم خوب نیست. شبها خوابم نمی برد و فکر کردم شاید با این نامه بتوانم به خودم کمک کنم. نگذارید ما را اعدام کنند. به هر طریقی که می توانید سعی کنید ابتکارات جوانانه استفاده کنید و کاری کنید که حکومت اسلامی ایران ببیند که ما تنها نیستیم و دنیا به این حکم ظالمانه اعتراض دارد. صدای اعتراض شما و حرکت و اعتراضی که می کنید به گوش ما فوراً می رسد. منتظر شنیدن اخبار اعتراضات شما همسن سالهای خودم هستم. زانیار مرادی، زندان رجایی شهر کرج، 4 ژانویه 2013. در زانیار مرادی رو خط تلفن داریم. آقای مرادی، ازتون واقعا تشکر میکنم که حضور پیدا کردین. میدونم که آسون نیست صحبت کردن در مورد این وضعیت. من نامه زانیار رو برای بینندگان عزیزمون خوندم. بفرمایین، تریبون در اختیار شما هستش. خدمتتونم بگم آقای مرادی که نامه زانیار رو ما سریعا به انگلیسی به همراه نامه اعتراضی آماده کردیم که در دسترس مردم باشه که هر چه سریعتر این نامه اعتراضی رو به مقامات بین المللی و اتحادیه اروپا بفرستن که امیدواریم هر چه سریعتر به جمهوری اسلامی فشار بیارن. بفرمایین، تریبون در اختیار شماست. مردم منتظر صحبت‌های شما هستن. بفرمایین. بله، با سلام و درود خدمت شما و ملت شریف ایران و تمام فعالین سیاسی و کسانی که در این راستا در رابطه با زندانیان سیاسی خدمت می کنند. از حضورم در رابطه با وضعیت آخرین وضعیت زانیار و لقمان، متاسفانه همون طوری که اطلاع دارید ایشونو تو زندان به همون صورت بلا تکلیفی و تعلیق ماها در سکوتی وحشتناک قرار دادن و بدون ملاقات و بدون هیچ گونه امکانات پزشکی، با توجه به اینکه زانیار بارها درخواست معالجه پزشکی نموده ولی متاسفانه به دلایلی مبهم و گنگ هر بار از فرستادن ایشون به دکتر و جهت مداوای ناشی از شکنجه‌ای که بر او اعمال شده ممانعت به عمل آورده. چند روز پیش خبردار شدیم که امام جمعه از طرف شورای عالی قضایی همراه با دادستان استان کردستان راهی زندان اوین شده، زندان رجایی شهر کرج شدن، ولی
ما فقط ترسمون از اینه که هیچ چیزی در رابطه با وحشیگری های جمهوری اسلامی در واقع پیشبینی انسان نمیتونه پیشبینی بکنه و رفتن اونها بدون جهت هم نبوده، چون که بارها خانواده هایی که با از طرف جمهوری اسلامی به اصلاح رابطه با پرونده زانیار و لقمان شاکی هستن رفتن که به این پرونده خاتمه بدن و رضایت بدن، ولی متاسفانه امام جمعه هر بار مانع از صداتون قطع شد، با پوزش از شما بفرمایید. بله من از شما معذرت میخوام، من در جایی هستم که باران شدیدی میباره به خاطر همونه عرض کنم مانع از رضایت به زانیار و لقمان شده و این سناریو به نظر من به نظر مردمم از طرف خود امام جمعه و کاربدستان اداره اطلاعات کردستان و وزارت اطلاعات طراحی شده، کسی رو گیر نیاوردن جهه بتونن رسوایی که خودشون از طرف عواملشون یه زنجیره ترورهایی که در کردستان شکل گرفته بود و هر شب منتظر خبرهای ناخوش بودیم که از طرف عوامل مزدور خودشون کسانی رو تو کردستان و یا در جاهای دیگه به ناحق می کشتن و آنها را پای سازمان ها و یا کسانی که ناراضی سیاسی بوده می زاشتن، کسی رو گیر نیاوردن غیر از لقمان و زانیار نباشه متاسفانه. و این سناریو خود امام جمعه نیز در این سناریو دست داره و هر گونه مسئولیتی نیست به نظر من با عهده خود امام جمعه است، چون که نخ اصلی در دست امام جمعه است و خودش خوب میدونه که وارد چه بازی سیاسی قرار گرفته و جمهوری اسلامی خود و عوامل اداره اطلاعات و وزارت اطلاعات خودشون خوب تونستن که امام جمعه رو وارد این بازی بکنن و امام جمعه هم بارها از طریق نماز جمعه و مراسمی که در مریوان بپا شده بارها که قاتلین فرزند من زانیار و لقمان نیستن، ولی متاسفانه هم به مردم دروغ میگه و هم میخواد به این ترتیب چهره خوبی رو از خود نشون بده. این جای تأسفیه و من خطاب به امام جمعه فقط میتونم اینو بگم که در واقع برای یک بارم شده صداقت داشته باشه و واقعیت رو به انظار عمومی برسونه. بله آقای مرادی، خیلی ها صدای شما رو میشنون و در سطح دنیا واقعا هزاران نفر خیلی با دلهوره دارن این اخبار رو تعقیب میکنن که وضعیت زانیار و لقمان چی میشه. انتظارتون از مردم چی هستش؟ فقط تنها انتظارم از مردم شریف و ملت ایران اینه که با اعتراضات خود با اعتراضات مردمی خود مانع از این گونه اقدام های ناروایی که جمهوری اسلامی نسبت به این جوانان عزیز که هر روز منتظر خبر ناگوار اقدام های دست جمعی هستیم بشن و با نارضایتی خود اعتراضات عمومی رو بپا کنن که واقعا میتونه ثمر بخش باشه، میتونه کارساز باشه. ازتون خیلی تشکر میکنم آقای مرادی و مطمئن باشین تنها نیستین و ما از لحظه که واقعا این نامه رو دریافت کردین نه تنها ما، من مطمئنم خیلی ها در سطح دنیا دست به اقدام زدن و امیدواریم این بار هم مثل بارهای قبل بتونیم جمهوری اسلامی رو به عقب بنشونیم. خیلی ممنون، دستتون رو به گرمی میفشم. من هم به نوبه خودم از شما و از تمام شنوندگان و بینندگان عزیز تشکر میکنم.